خوشا به حال مرد و زنی که و خوشا به حال خواهر و برادری که، خوشا به حال بزرگ سن و کم سنی که، خوشا به حال زوجینی که و خوشا به حال خانواده ای که به خاطر رسیدن به بهشت با هم مسابقه میکنند. آیات قرآن کریم ما داریم، احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم داریم که شما برای رسیدن به بهشت با هم مسابقه بکنید، از هم پیشی بگیرن و بهشت که پهنایش به اندازه زمین و آسمان از دو مورد شما مسابقه بگیرین، با هم مسابقه بکنین و از همدیگه پیشی بگیرین. ابتداعا یک رد شبهه میکنیم که عده‌ای تو گمان دارن که بهشت وجود نداره، چرا که ماتریالیست ها یا مادیگراها یا کسایی که فقط چیزهایی را که وجود فیزیکی داشته باشن و ظاهرن زیر دید چشمشان قرار میگیرن، میگه این چیز وجود داره، اما چیز را که نمیبینن باز ای تو فکر میکنن که همین چیز وجود نداره. ندیدن ما به معنای موجود نبودن نیست که ما یک چیز را نبینیم باز بگیم اون چیز موجود نیست. حالا ما تو عقل خود را نمیبینیم، به این معنا نیست که کسی که رد میکنه که بهشت دیده نمیشه و این وجود نداره خو عقلتون دیده نمیشه. ما تو را گفته نمیتونم که تو بیعقل هستی، امکان نداره که ما تو را بیعقل بگویم. ولی اگر امی گپ را میزنه یک انسانی که بهشت وجود نداره، خامی لحظه من خو پشت سر خود را نمیبینم، به این معنا نیست که پشت سر چیز وجود نداره. ما خارج از مسجد را نمیبینم، فقط ماحول چهار دیواری که اینجا وجود داره من چهار دیواری رو میبینم، این به این معنا نیست که خارج از چهار دیواری کدام چیزی وجود نداره. دنیای بزرگ و وسیع دی خارج از این مسجد وجود داره که چشم تو نمیبینش. بهشت وجود داره و این در آیات قرآن کریم و در احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ای ثابت هست، بیان هست. و این بهشت از جمله مغیبات هست، امور سمعی هست که ما میشنویم را شنیدیم از پیامبر صلی الله علیه و سلم. آیات به ما آمده، احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمده. امور سمعی فقط شنوایی شنیدن کار داره که بشنوه، بعضی چیزها قابل دید نیست، قابلیت دیدن را ما تو نداریم، اما ظرفیت دید نیست در ما تو، اما توانایی دید نیست. گاهی اوقات نمیشه که بعضی چیزها دیده شوه، حال درده که من در بدن خود احساس بکنم و درد دیده نمیشه، بویی که معطر و خوشبویی که در اینجا وجود داشته باشه و خوشبویی در چشم دیده نمیشه. پس هر موجود نبودن یا هر ندیدن به معنای موجود نبودن نیست که ما بگیم موجود نیست فلان چیز. بخاری حدیث را نقل کرده، حدیث 1296 رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرماید، میگه یک انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن، مؤمنش هر صبح و شام در بهشت جایگاه خود را میبینه داخل قبر، و امی قسم برعکس غیر مسلمان و کسی که به خدا ایمان نداره و به خدا پشت کرده جایگاه خود را هر صبح و شام در جهنم میبینه. از این معلوم هست، معلوم میشه که بهشت و جهنم فعلا وجود داره. پیامبرا امتای خود را به این تشویق میکردن به خاطر رسیدن به بهشت، اونها را ترغیب میدادن، اونها را تشویق میکردن که بهشت به طرف بهشت سیر بکنن، سبقت بکنن، مسابقه بکنن، حرکت بکنن، زحمت بکشن، تلاش بکنن، سعی بکنن. گهگاهی میگفتن به میقسم، حتی رسول ما صلی الله علیه وسلم میفرماید، مسند احمد حدیث را روایت کرده، میگه قدنت منی الجنه، بهشت به من نزدیک شد. این رسول الله میگه چی چیز نزدیک میشه که وجود داشته باشه؟ چیزی نزدیک میشه که وجود داشته باشه، فعلا وجود فیزیکی که خود بهشت اما تو وجود میخواه، باید وجود داشته باشه. قدنت منی الجنه، بهشت به من نزدیک شد. حتی در روایت میه که پیامبر میگه من دست خود به بهشت نزدیک کردم که بگرم یک خوشه انگور را به شما بیارم، گفت دست خود پس کش کردم. این از یه احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم معلوم میشه که بهشت وجود داره. اینی چیزهایی است که باید بشنویم، باید بخوانیم تا بعد از علم حاصل بکنیم. خیلی از اوقات ما ایرا قبلا این مفکوره در ذهن ما بوده که یک زمان ای تو وقت فرا میرسه که از این آدرس، از این موقعیت یا جایی که تو هستی، از در شرق هستی در غرب صدایت مردم میشنه، کس باور نمیکرد. همین لحظه میشنوند مردم، همین لحظه که من گپ میزنم در آمریکا و استرالیا و فرانسه و ترکیه و فلان فلان هر طرف میشنوند.
یک زمان کس پذیرفته نمیتونست. این صدا کجا انتقال میشه؟ خوی صدا دیده نمیشه بگیم صدا وجود نداره. خوی یک زمان میگفتیم که وجود نداره. بهشت بعضی کسایی که بهشت را نمیتونه پذیرفته مانند او کسایی است که یک زمان موبایل را پذیرفته نمیتونست که موبایل وجود نداره و موبایل ای تو زمان نمیه که از یک جای تلفن صحبت کنی صدای یک جای دیگه انتقال شوه. پس اگه تو باشه قوه جاذبه زمین هم نفیه بکنه، قوه جاذبه زمین خوب به چشم دیده نمیشه که تو به چشم ببینیم بگم نفیه کنمش دیگه وجود نداره در حالی که وجود داره.